سلام. آقا روی کار اومدن شیخ فری واسه هیچ کدوم آب نداشت، واسه یارو الاغچی داشت. طرف از سخنگویی به سرخیاری تیم مذاکره با پنج به علاوه یک رسیده. بیا و ببین. بعدم تو زهرخورون و بله برون سیدعلی طوری انان از کف داده که فقط مونده تو تیبریش بگه آخ قربون مذاکره بچسبم من. با کمال جدیت به این مذاکرات خواهیم رفت، کاملا جدی هستیم و مصمم هستیم دنبال یک مذاکرات واقعی و هدفمند هستیم، نه برای نمایش به ژنو میریم، نه برای وقت تلف کردن به ژنو میریم و نه برای اینکه حالا گفتگو به خاطر گفتگو، نه، برای اینکه یک هدف مشخص که مورد قبول هر دو طرف مذاکرات باشه به ژنو خواهیم رفت. بابا کدوم هدف مشخص الاغچی؟ چون الان تو نظام جر و باجر ولایت دو تا هدف مشخص است، یکی اون که اوزی میگه، یکی اون که کوسه میخواد. الانم دیگه تو این اوزا و احوال دیگه پرده مرده رفته کنار، تا فیاخالدون جفتشونو میشه موشکاوی کرد. کوسه چی میگه؟ اینو میگه. تمام با حذف شعار مرگ بر آمریکا موافق بود. این یعنی چی؟ یعنی سیدعلی این زهر بدمذهب و اینقدر مزه مزه نکن، الان وقت خرخوریه. سیدعلی هم نوچهاشو میفرسته تو میدون واسه عربده کشی. شعار مرگ بر آمریکا حذف شدنی نیست. فرمانده سپاه پاسداران با اشاره به کسانی که در مسیر ایجاد انحراف در بیانات امام خمینی رحمت الله علیه ادعا میکنن ایشان موافق تعطیلی شعار مرگ بر آمریکا بودن تأکید کرد مردم دست این افراد رو خوندن و فریب فضاسازی های اونها به نفع دشمن رو نخواهند خورد. این دیگه چه سرشوت پاسداریه. بابا مؤسسه نشر شروبرای امامتون خودش همین شکرخوری خمینی رو تأیید کرده، بعد تو میگی فضاسازیه. تو اینو بگی تیبریشم این یکی رو میگه دیگه. مسئله ای که آقای هاشمی در خاطرات سال 62 خود میگوید این است که امام موافقت کرده بود شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر شوروی که مردم سر میدهند از صدا و سیما پخش نشود. مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام در این باره به دو نکته اشاره میکند. نکته اول، موضوع خاطرات آقای هاشمی قطع شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر شوروی از رسانه های دولتی و رادیو تلویزیون است، نه حسب آن از ادبیات سیاسی مردم در تظاهرات و راهپیمایی ها و مناسبت ها. زکی تیبریش اومد ابروی امامش درست کنه، زد چشمشم کور کرد. نکنه منظور امام دین بوده که جای رادیو تلویزیون در گوش بسیجی ها شعار بدن که نریزن ها. بابا بالاخره اون گور به گوری چی گفته؟ تکلیف ما رو که روشن نکردی، لااقل تکلیف جک و جونورای بارفته سیدعلی رو روشن کن. اگر یک قدری سستی کنید له میشه، له میشه، له میشه، له میشه. این بود موازه قاطع امامت؟ یه قدری کدومه؟ از لای اون کفن پارت تو جهنم یه نگاهی به آچارکشی سست سیدعلی بنداد ببین له که هیچی، روب شده ننه مرده. رب و روب به ولایتشو میارن جلو چشمش، بعد ببین دقیقت چی میگه. بی تردید تلاش های جاری برای کمرنگ کردن یا ایجاد تردید در این موازه با هوشیاری مردم به جایی نخواهد رسید، اما بیوفایی به آن امام مهربان سعادت بخش در پیشگاه پروردگار و ملت فراموش نخواهد شد. وای خیلی ملو درام شد. راستی که اون امام سقط شدتون چه سعادتی به سیدعلی بخشید. الان از حال و روز سیدعلی میشه فهمید تا کجا سعادتمنده. بعدشم اکبر شاه از همه این مارمولک بازی ها دنبال عمامه پادشاهیه،
بعد تو روزه بیوفایی واسش میخونی؟ اینجوری که اینا دارن پیش میرن بعد مذاکره تازه اصل بزن بزن شروع میشه. موشگاه کارت در اومده. میخوای بدونی چه واسه یعنی شده فیتیل پیچ؟ آخه باخته بازی رو تو خونه خودش